سال 56 بود، ما یک نمایشی رو میخواستیم کار کنیم به اسم بازی قتل عام یونسکو که نوشته اوژن یونسکو بود، میخواستیم کار کنیم برای فروردین 56 در سالن اصلی تئاتر شهر. این نمایش شخصیت‌های خیلی زیادی داره، خیلی زیاد شخصیت توش هست. گروه ما هم اون موقع، من عضو گروه شده بودم که اتفاقا آقای پسیانی هم عضو گروه شده بودن، مرحوم شارق قیاسی عضو گروه شده بودن، آقای مرتضی زرابی عضو گروه شده بودن و در حد گروه خورده پر جمعیت شده بود، ولی بازم جوابگوی شخصیت های نمایش نبود. برای بود حکم دو سوت بازی کنیم هر شخصیت رو، ولی بازم این بود که آقای بانیپور بابلا گفت که تمام کسانی که دارن کار میکنن، دوستی آشنایی اگر دارن بگن بیاد که توی این نمایش ببینیم اگر دوست داشته باشن یا بتونن انجام بدن بازی بکنن. از جمله کسانی که اومدن، مثلا منافی ظاهر بود که من نمیشناختم، اومد و بعد قرار شد که بیاد سر تمرین، که این آشنایی موقع بود. خانم منافی ظاهر موقع فکر کنم حدود 18 سالشون بود و تو رادیو برای برنامه کودک میخوندن، تو برنامه کودک و دانشسر هنر درس میخوندن رشته موسیقی. آشنایی اونجا شد و همون موقع خانم فاطمه نقوی هم جالبه که برای نمایش آمده بودن، آقای پسیانی با ایشون یک حس نزدیکی وجود داره و ما هر دو در تابستان 57 ازدواج کردیم. این شکلی در حقیقت با نمایش شروع شد. بعد ما با هم کار ادامه میدادیم، کار نمایش مثل اجدها رو با کار منافی ظاهرم بازی میکرد، هم نقوی هم بازی میکرد، آتیلا هم بازی میکرد. ما یک گروه خانوادگی شده بودیم در حقیقت، با هم چند تا کار با هم کردیم. و یه چیز جالبی، حالا من شاید آقای پسیانی دوست نداشته باشم بگم، ولی ما حتی برای گذران زندگی مسافرکشی میکردیم. خیلی دلم میخواست با نشاط زندگی کنیم و کار بکنیم، کار تئاترمون رو انجام بدیم هر طور ممکنه. در حال اینطوری شد آشنایی ما. مسئول ازدواج یه پسر اسد که خب پدرم بدن اینکه باباش اسمش اسد بود، منم تسلیم و اسد شد و دخترم یاسمن، که یاسمن الان سالهاست کار گریم میکنه، حتی الان طراح گریم هست. پسرتون هم اسده که قرار بیاد کار؟ بله، ایشون هم تو بخش آموزش و اصلا ایشون کاریکاتوریست بود، ولی همونطوری که تو جامعه ما بعد طراحی فرش خوند، که کدوم فرش هران کشتی فرش نمیدونستم چی میگی، مثلا ما داریم چی کار میکنیم. عرض کنم حضورتون که ما سال 78 جدا شدیم، شاید به هیچ دلیل، شاید به هزار دلیل. آدم ها میتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن. اصولا من با چیزی به اسم ازدواج خیلی قرابت ندارم و از نظر من دارم به این نتیجه میرسم که ازدواج یک اعتقاد پارین زنگیه، مال دورانیست که بشر در کوه زندگی میکرد. الان هیچ دلیلی برای اینکه دو نفر همدیگر رو اذیت بکنن نیست. قاعده طبیعی است دو نفر دو تا همخونه هم مشکل دارن با هم. چرا الان ازدواج دو بار من ما ترک ها معمولا دو بار باید سه بار باید یه چیزی به ما گفته بشه تا متوجه بشیم که چی میگیم. من ترکم،
به یکی از همشهریایی من گفتن که این درسته که شما برای شما باید هر چیزی رو دو دفعه تکرار کرد که متوجه بشین. گفت ها؟ گفت که فهمیدم بله. این منظورم که به خودم دارم میگم، چون بهار من ترکم دیگه، بهار پدر من اهری است. هنوز هست خمسه سلام؟ بله هستن، ایشون خیلی به من کمک میکنن. خوشبختانه ایشون ازدواج دومشون من بود که خودشون یه پسر دارن. یکی از بچه های مشترک ما اینه که ایشون هم بیماری دارن، MS دارن، و ما با هم خیلی با هم کنار میاییم. روزهای سه شنبه که ایشون آمپول دارن تا چهار شنبه گرفتار ایشون هستیم، روزهایی که من شیمی درمانی هستم گرفتار من هستیم. گسترده از فعالیت هنری شما چه تأثیری تو روش زندگی؟ من عادت دارم هر کتابی که میخونم، هر رمانی که میخونم، هر نمایشنامه‌ای که میخونم، نه با اسم نمایشنامه کار دارم، نه با اسم نویسنده کار دارم، با هیچ کدوم کار ندارم. اصلا حفظ نمی کنم که چی خوندم، اصلا مهم نیست چی خوندم، من دارم میخونم. و به نظر من یک چیزی از اثاره این نمایش در ذهن آدم جا میگیره و اون به آدم بردار نشون میده، آدم رو به معنی واقعی کلمه با تجربه میکنه. تجربه زندگی یعنی شناخت. یعنی مثلا فرضی من یک رمان میخونم، جوهری اون رمان برای من مهمه که من در مسیر زندگیم تغییر میده، نگاهم به زندگی تغییر میده، رفتارم رو عوض میکنه. خب مثلا من 80 تا نمایش بازی کردم، یعنی 80 نمایش نامه رو خوندم بارها و بارها. خب اینا رو صحبت کردیم، روش به شخصیت ها برای من شب روش به این شخصیت فکر کردم، جمله هاش برای من مسئله بوده، چرا این جمله رو گفته، چرا این جمله رو میگه، منظورش از این کلمه چیه. این تا کنار هم میذارید دیگه تبدیل میشه آدم به یک آدمی که دیگه شناختش فرق میکنه با بقیه جامعه. بقیه جامعه نه که استعدادش نداشته، شرایطشون چیز دیگه است. یک کسی کار خرازی میکنه، سوپرمارکت داره، بزازه، پزشکه. بین این حجم سنگینی از کار هنری و زندگی شخصیتون چجور تعادل برقرار کرده؟ راستش من زندگی اصلی من در تئاتر خلاصه میشه. شعار اینو نمیدم. نمونهش 80 تا نمایش کار کرده و ده ها نمایش که کار شده و اجرا نشده. این نشون میده که من زندگیم تو این توی صحنه است، روی صحنه است. و تازه به یه چیزی رسیدم که آدمهایی که روی صحنه خوب بازی نمیکنن، آدمهایی هستن که در زندگی بیرون خیلی خوب بازی میکنن. متوجه این فلسفه شدم. یعنی من از همه آدمهایی که بیرون هستن، بیرون از صحنه هستن میترسم، چون همشون آدمهای قهاری هم توی هر کاری و من همیشه سرم کلا میره. اما روی صحنه من هارپاگون بازی میکنم، یه آدم خسیس بازی میکنم، یه آدم جنایتکار بازی میکنم، یه آدم هر دلال بازی میکنم، اونجا رو خوب بازی میکنم. ولی بیرون متاسفانه نه دیگه، وقتی که میرم نون سنگک بخرم به من سوختشو میده و من میارم، چاره ای نداره. من عاشق جان بودم، از عشق نپرهیزم، من مست سرم دادم، از عربده نگریزم، گویند رفیقانم از عشق بپرهیزم، از عشق بپرهیزم، پس با چه درم زم. اولین بار من سال 80 اسفند 80 بود که نمایش پیکنیک در میدان جنگ رو برای خانم شوره لورستانی بازی میکردم در قشقایی. یک روز صبح همون روزا بود که داشتیم میرفتیم برای یه تمرین و اینها، پاشدم دم اینجا ورم کرده، دردی نده، فکرم سرما خوردم. چند روزی گذشت، دیدم همچنان سر جاش هست، دردی هم نداره. خانم لورستانی متوجه شد که اینجا چرا قلمبه شده. با هم رفتیم بیمارستان دی و اونجا بودم بردن و آزمایشگاه مختلف و اینها. اولش اشتباه شد، فکر کردن عفونت و اینها. سال 81 شروع شد که من با خانم پری صابری قرار شد رند خلوت نشین رو بازی کنم براشون. تمریناتو شروع کردم، منتها دیدم حالم چندان خوش نیست. نمایش شروع شد در پاییز 81
من تو نمایش 7 تا نقش بازی میکردم، از شاه شیخ و شاه شجاع و شیطان و حاکم شرع و مختصب و نمیدونم 7 تا. من همش در حال این بودم که باید لباس و گریم عوض میکردم سری تون تون تا صحنه. از سالن که وارد میشدم یک راهروی داره تالار وحدت، بعد وارد اتاق گریم میشی. پاییز بود، همیشه وقتی میومدم یک سرمایی رو تو همون گذر احساس میکردم، یعنی یک کوران بود. در نتیجه من یک سرماخوردگی دائم پیدا کردم، خود این باعث شد که بدن من کاملا ضعیف بشه. و بعد از پایان نمایش که تمام شد، اواخر زمستان بود، یک هو حالم بد شد که بعد به شدت بد شد که مراجعه کردیم به پزشکا و اینها. آقای دکتر شریفیانی بود که گفت شما چرا اینقدر معطل کردید، شما لنفوم دارید، بیماری دارید و بایستی عمل جراحی بشید، که الان چرا صبر کردید. که فردا صبحش منو بردن بیمارستان عمل جراحی کردن، بعد شیمی درمانی کردم. از سال یعنی تا تیر ماه 82 طول کشید. بعد ادامه که بعد 7-8 سال هیچ خبری نبود ازش، تمام شد. من یادم میاد من روز چهارشنبه بود که صبح زود عمل جراحی داشتم. بعد قبلش قرار کاری گذاشته بودم با یک تهیه کننده، یه مجموعه به اسم هیچ کس که کارگردانش آقای حافظی بود. من به این آقای دکتر که به عمل جراحی من بعد از ظهر تموم شد گفتم که آقای دکتر من میتونم شنبه صبح برم؟ اول خندید که نه، یعنی چه حرفی میزنید، خیلی خنده دار حرف میزنید، جراحی خیلی سختی بودش چون به حال گردن هست و تمام شانس آوردیم که به خیر گذشت. گفتم نه من باید برم. بعد دید من خیلی اصرار میکنم، گفت خیلی من جمعه و پنجشنبه میام سر بزنم ببینم وضعیت چه هست. خلاصه جمعه آمد و من با اجبار ازش گفتم شنبه منو مرخص کنن. شنبه صبح این وسایل رو کندن و کسبایی دارم اینجا و منم یه دونه یقه اسکی پوشیدم و رفتم با تهیه کننده صحبت کنم. این آقای حافظی یادم گفت چیه؟ گفتم این که یه پشه خیلی زد بدجوری، ناچار شدم چسب بزنم، خیلی بدجوری زد، از این پشه های خاکی بود. خلاصه صحبت کردیم و قرار شد که از دو سه روز دیگه کارو شروع کنیم. همزمان هم یه قرار دیگه داشتم تو تلویزیون شبکه 2 که یه کاری بود مربوط به بهداشت بود. من قرار بود یه قولی رو بازی کنم که توش پیام های بهداشتی بود، برای داستان های کلی کوچیکی بود. خب اون رو هم رفتم قبول کردم انجام بدم. حالا فکر کنید من صبح ساعت 8 میرم شبکه 2 گریم میشم و تا زور کار میکنیم، بعد نهار میخوریم، بعد تا 4 کار میکنیم. اون کار شب کاری بود، میرفتیم بیرون فیلم مداری بود، تا 5 صبح کار میکردیم. و جالبه که همه از دست من کلافه بودن که تو چرا نمیذاریم ما یه چند روز استراحت کنیم، که من همش اصرار میکردم بگیریم معطلی چین، پاشین دوستان، اینقدر یللی تللی خوب نیست. وسطای کار بود که فهمیدن من تازه عمل جراحی هم کردم، یک سری هم به شیمی درمانی دارم میزنم. تمام مدت من مگر لحظاتی پیش بیاد که مجبور به بستری شدن باشم، اون موقع کار نمیکنم. بعضی شیمی درمانی هایی که من میکردم دوره هایی بود که 3 روز بستری بودم، یعنی این باید وصل میبود. در نتیجه اون 3 روز رو دیگه من فقط گفتم دوستان اگه کار خوندن و ضبط دارم بیان اینجا من انجام میدم اینجا روی تخت، و الا بیرون منظورم نمیتونم دیگه بیام. یه بار با آقای مزمون خیلی تعجب کرده بود، من حالم خوب نبود، سر شاهزاده گدا بود که نمیدونم اوریون گرفته بودم چی بود که حالم خیلی بد بود. و بحث شد که گفتم میخواییم تعطیل کنیم، گفتم نه من وقتی اجراس انگال دارم آمپول تقویتی میزنم نه خوبه. یعنی وقتی که وارد صحنه میشم دیگه در این دنیا چیزی ذهنم نیست غیر از اون شخصیتی که خودتن بیماری نداره، ولی وقتی تمام میشه نمایش تمامش بر میگرده باید دراز میفتم. بعد بعض موقع میگم کاش نمایش خیلی طولانی تر باشه، لاغر یه چند ساعتی.
یک چیزی شنیدم که جایی که من هستم ولی یک نمایشنامه است، من بیشتر از نمایشنامه ها استفاده می کنم، جایی که مرگ هست من نیستم، جایی که من نیستم مرگ هست.